شماری از دانش آموزان زن در ولایت ننگرهار از متوقف شدن روند آموزش دختران ابراز نگرانی می کنند. آنان از مسئولان امارت اسلامی می خواهند تا زمینه حضور دانش آموزان دختر را فراهم سازند. آنان همچنان تأکید دارند که برای زنان در ادارات دولتی زمینه کار فراهم گردد. در همین حال یک دانشگاه خصوصی در ننگرهار جشن فراغت برای 85 دانش آموز زن را برگزار کردند. این دانش آموزان از رشته های مختلف فارغ شدند. در اینجا در ولایت ننگرهار ده ها تن از دانشجویان زن فراغتشان را از دانشکده های مختلف جشن گرفتند. این دانشجویان از یک دانشگاه خصوصی در رشته های مختلف فارغ شده اند. مالیجوی تب 15، استوماتولوژی خاصی هستی علوم او اقتصاد 15 سخه 15 تیه تن از اونجوری فارغ شو چنن فراغت جشن منظور ده. این دانشجویان زن از توقف آموزش دختران ابراز نگرانی کرده و از سران امارت اسلامی می خواهند تا به دختران اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را بدهند. یوازنی غټ ستونزه چې خزینه ور سره مخ دی او د نوې نظام پر اساس سره د خزینه او د زده کړو د لپاره خنډ ګرځیدلې دی. یوازې همدغه دی چې دوی په مختلف سیستم سره جوړ نه دي. هغه کوم ګر واخلو یوازې په پوهنتونونو کې کېدای شي چې مختلف سیستم ووسیږي، هغه په استثنایی ډول سره په بعضو پوهنځیو کې. به باور این دانشجویان با وضع محدودیت بالای فعالیت زنان، شمار زیادی از بانوان فعال مجبور به ترک کشور شده اند و این امر نگران کننده است. این بانوان از سران امارت اسلامی می خواهند تا زمینه فعالیتشان را در ادارات دولتی فراهم سازند. زموږ د نوې کابینې د نوې حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه ستونزې، هغه مشکلات چې د ښځینهو پورې مربوطه دي او د هغوی پورې ریلیټډ دي، باید هغوی ته وخت ورکړل شي، تر څو نه یوازې دا چې موږ وګورو په اوسنۍ کابینه کې که د ښځو وزارت له منځه ولاړ، د دې سره د ښځو هغه ستونزې دي چې هغه په ځای پاتې شي یا به نورې زیاتې شي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. وزارت معارف تا کنون برای دانش آموزان بالاتر از صنف هفتم اجازه حضور به مکاتب را نداده اند و میگویند بالای یک طرز العمل کار میکنند تا زمینه حضور این دانش آموزان را فراهم سازند. این مطلب انتقادهایی را در درون و بیرون از کشور به همراه داشته است.